به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پوفیوزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و فکولی، دزدان، 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 حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن. فقط یادتون بشه، از طلبه کلقوز دزد تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره، دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست. لباساشو بکنه، بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره، چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن و بچه‌شم مال تو، خودشم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا، یه تلنگر به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست. میگی نه؟ از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس. اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه. دین صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزهای تازه‌ای میگم، یک مرتبه، گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفامو از روی کتاب میزنم، من غیر از کتاب خودم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر
نوشته ناصر انقطاع در صفحه 130 و 128 شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت بق میترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بغمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می‌دهند نمی نکرند و نمی دانند که همه اینها ریشه در اندیشه ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران غار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به اینها به مهر کمک کرد، غار رو پیدا کرد، مهر رفت توی غار و توی غار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا می بینیم در سوره اصحاب کهف یاران غار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی غار، در آیه 16 اصحاب کهف که می‌خوانیم و می‌بینیم درست نمودار یک محراب را بیان می‌کند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسیه، آبه مثل سردابه، مثل گرمابه، مثل نوشابه. آبه یه پساوند فارسیه، محرابه یعنی محل مهر و جاشم یه خورده گوتر بوده، اون جایی که اون کسی که به اون رده بالای پیشوایی مهریان میرسیده توی اون گودی وای میساده و نیایش اونجا میکرده، اونجا رو بهش گفتن محرابه. و بعد در عربی اومده هی جیمی شده، محراب محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط وای میسی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنید.
در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون برآید از غارشان به سوی راست رود و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند. اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید، یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه، اشکفت یعنی شکاف کوه، و یاران غار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکی با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. منتها کسی به اینا نگاه نمیکنه، کسی اصلا نمیفهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف رو از آخونده فقط میشنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم، من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته، کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ میستاد نمیاندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، مانند گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال یه حرفا نیستیم، اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم. یکی از دوستان دیروز همینجور که داشت صحبت میکرد راجع به کتاب که صحبت میکردم، گفتم من اگر در هر برنامه ایم کنسرت گوگوش که میخوان بذارن نمایندگی بگیرم، بخوام بلیت بفروشم، همه را میفتن میرن کنسرت گوگوش. تجمع، بزرگترین تجمع ایرانیان در لاس وگاس، برین اونجا نیناش ناش 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 کنید، هیچ اشکال نداره، ولی کتاب نخرید، گرونه. کارش نمیشه کرد این ملتو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آقای فاضلی فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند. همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرا رو قبول میکنه، اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محرابه نیست، وگرنه جایی که پیش نماز می ایستد چه وابستگی با جنگ دارد؟
که به آن محراب گویند. آیا سوره الفجر، فجر یعنی صبحگاه، یعنی پگاه، یعنی سپیددم، که در آن پیامبر اسلام به برآمدن خور از خاور سوگند می‌خورد، آدمی را به یاد رفتار مهریان در پگاه نمی‌اندازد؟ و آیا این سوره مانندگی تنگاتنگ با مهریشت، یعنی خورشید یشت اوستا، ندارد که میگوید من می ستایم مهر را که دشت های فراخ دارد و من می ستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است؟ در سوره روم آیه 27 می فرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپید دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی می گوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره از ضحا آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیمروز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می ایستند و به خورشید که فرو می رود تا بامدادی دیگر بدرود می گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزد مهر را می ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود، باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما میگفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزدا است. در سوره ابراهیم میخوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب ورجاوند مسلمانان که قرآن باشه، چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد و از خواست راستین خود به دور می افتیم. بر این پایه باز می گردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودند که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفایی زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم. کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود. و بعد چون این رو دم دست داشتم مالک آقای ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و
پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم. یا آخوندی سر جاهلیه، قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمع چی میگه؟ آخونده. یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن همش باسن بهتون نشون میدن همه خارجی ها اونجوری هن؟ میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا رو بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن. ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم و وسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت. نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخونده عرق خوره، 4 لیتری رو میشناسه. گفت 4 لیتری رو میزنیم وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری طنز باشه یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم. راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لط و پار کردی؟ ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی. آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟ هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله میکنی ما عزا میگیریم. البته نه به خاطر فلسطینیا یا لبنانیا، بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتا از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرسی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنیم. ما مجبوریم کمک کنیم.
آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن، هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار قزه، حالا یه کمی به فکر مردم بدبخت ایرانم باش. ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زد تو زد میزنی ساختمانهای فلسطینی ها رو داغون میکنی برای ما خرج میتراشی. بابا انصافم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما میرود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل میکنند و در بیمارستانهای درجه یک تهران بستری میکنند. فکر میکنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمی دهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستانهای تهران صف می کشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پاک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرساد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیدا شه نرخ خون بابا جونشونو میدن. یک ایرانی خوشذوق و ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودند تا پاشنش را درست کنم. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند، اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قو بکنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجع به دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دوزیدن از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز به دوزن و برگردن.
این راجب کشتار حسن و حسین در ایران چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم حرفای خوب بخوام بزنم حرفای یه خورده اذیتتون نکنم بذارید اینو بخونم راجع به این صحبت بکنیم درود بر شما آقای فاضلی به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند مردم ایران عرق میخورن فوش میدن پشت سر همه بد میگن خانم بازی میکنن پول نزول میخورن قسم دروغ میخورن اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن فکر کنن مسلمونن اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست در جواب این دوست عزیز قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر مشرک ضد دین هر چی دلت میخواد بهتون بزنی بعد بکشیش بعد مالشو بخوری در قرآن میگه دروغ نگو حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن خب اختیارش هم دادن دست خودت قانونی نذاشتن که چی گفته این مشرکه چی گفته این مشرک نیست محمد لشکر میخواست که برن بکشن 20% بدن محمد بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره علاوه بر اون اینها قانون صحرای عربستان بود قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم خوبه 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس اسمش بود امام خمینی هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیلش داد هر آشغال کله‌ای از هر حزبی دسته‌ای رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید رئیس جبهه ملی و گفت امام این روحانیه حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام تودهی ها شدن دست راست امام چرا؟ امام به همشون قول میداد ولی خودش میدونست داره دروغ میگه 1400 سال پیشو نمیگم اما 30 سال پیشو دارم میگم دروغ گویی یکی از
کارهاییست که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیش رو ولش کن. یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا 1,000,000 دلار جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofius. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمشو عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشه یا زنه رو خریده باشه تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسای کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یه کنیز خریده، اسم مادر امام رضا تکتومه، رفته پول داده یه کنیز خریده، بعد انداخته دور یه کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 تا غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمشو عوض میکنم. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد بیعت اون رو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این رو دارم دینتون رو واسه تون تعریف میکنم. یه پوپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن. یه پوپیوز دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خود فروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد، درس حق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه، یارو خودش جر میده. تو شریعتی میشناسی؟ نه.
فاطمه فاطمه است. خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه با زینبش خیلی قشنگه، چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شطور با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طمع هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون به هم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما به هم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدش هم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یه چیزای عجیب و غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد، 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوری. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزه میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده من نمیتونه بدزه که. یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن، توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها. پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول می شدن می اومدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد می داد، اون پادشاه بد پول تحصیل اینا رو می داد. حالا یکی میگه عجیبش که نمی داد، ولی اگر اون نبود کس دیگه نمی داد. اینها دکتر شدن، همشون دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای اینکه اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نایبن، این دکترای واقعا بدبخت،
که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی هن برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند. ببینید آدم چقدر میتونه کثافت باشه، آدم چقدر میتونه کثافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا. برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمون رو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاپوش میشن. ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریشو میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیک های آخر برنامه، یک تیکه براتون میگم. اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سوا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست. وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم. گفت این قانونه. گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یه سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا اینو به همدیگه می گفتن. یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتایت سیاه و سفید بود، کار رو به جای رسوند، که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلان ها بودند.
با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه میکردند. اما اینها میخواستند، اینا تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم میخواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده. ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه، نمیدونم، همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها، کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلاه بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون باز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسوییه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خابیده. تمام اون جوون ها، اینا که من دارم باهاشون مراوده دارم، همشون یه دونه کاوه هستند. همشون یه بابک خرمدینن. همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.